بر بنیاد آمارهایی که دبیر مجلس از حضور و غیابت اعضای این نهاد از دو نشست اخیر اعلام کرده است، نزدیک به 170 تن از اعضای مجلس غایب بودند. آنی دا وکیل صاحبایی که طبق اصول وظایف داخلی غیر حاضر هستند و ایره برتان این اطمینان میتین که در اجلاسی که پیش روی داریم و به تالار نخواد آمدن و محروم میشن. از 250 نفر وکیل 81 نفر وکیل موجود بود، 170 وکیل غیر حاضر داشتیم. این توهین به خانه ملت است. دبیر مجلس امروز نام های اعضای غایب را اعلام کرد، اما تا کنون ایجگاه فهرست یک ماه یا یک سال اخیر را اعلام نکرده است. با مرگ بازی میکنیم و به تالار به واسطه مسئولیت امت اسلامی میاییم. امی تو جوان که نمیایی در واقع خیانت به ما هم داری، به خود هم داری. مجلس نمایندگان در دور 17 تنها در یک ماه اخیر، آن هم در روزهای رایدهی، به اعضای کابینه تا 246 تن از 248 تن حاضر بودند. اما در روزهای دیگر حتی در کمیسیونها بیشتر اعضای مجلس غیر حاضر هستند، تا جایی که بعد ده ها سند تقنینی بی سرنوشت مانده است. این جای خجالت است نسبت به هر وکیلی که به قانون احترام نمیگذاره. شماری از شهروندان کشور اعضای مجلس را به معاملگری، بی پروایی و بی مسئولیتی در برابر خواستهای مردم متهم می سازند. پارلمان هم کل رازی دوی دلت دی غورزو که رازی چی کل وزیران را گوختل که یورای ورکول که یه هم د پیسو بخاطر بندل ترازی. خپل وکیلان قانون دی پخولان دی کرای دی ځکه چې پارلمان ته ټول زورواکي راغلي دي. هر ورځ موږ د دوی شاهدان یو چې پارلمان نصاب خالی وي. غیابت اعضای مجلس یکی از چالش‌های اساسی در چندین سال گذشته بوده است، اما آنچه که در حل این معضل اثرگذار بوده میتواند همگانی سازی نام‌های غیرحاضران و عملی شدن اصول داخلی مجلس بر اعضای غایب گفته می‌شوند.